تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوقیم پاسخن خالق سر سفره وحی قرآن نشسته ایم، آیه به آیه. از اول آیه شروع کردیم، اول قرآن، الان جزء سوم، آغاز جزء سوم هستیم. سوره بقره آیه 253 با هم بشنویم. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. آن پیغمبران، ما بعضی از آنها را بر بعضی برتری دادیم. پیغمبران همه در یک صد نبودند. منهم من کلم الله، بعضی از اونها کسانی بودند که خداوند با اونها سخن گفت. و رفع بعضهم درجات، درجات بعضی از اونها را بالا برد. و آتینا عیسی ابن مریم البینات، به حضرت عیسی ابن مریم نشانه های روشن و معجزات دادیم. و ایدناه به روح القدس، حضرت عیسی را با روح القدس که جبرئیل تایید کرد. ولو شاء الله ما اقتتل، اگر خداوند می‌خواست کسانی که بعد از آن پیغمبرها بودند، پس از آن که نشانه‌های روشن برای اونها اومد، با هم جنگ و ستیز نمی‌کردند. اگر می‌خواستیم یه جور می‌کردیم مردم بدون درگیری همه مؤمن بشن، یعنی با زور اینها رو به ایمان وادار می‌کردیم. اما نمی‌خوام، می‌خوام مردم آزاد باشن، اختیار داشته باشن. این آیه میاد میگه که پیغمبران درجه دارن، هر کدومی در یه مرحله هستن، همشو در یه صد نیستن. یک، موسی کلیم الله شد که با خدا گفتگو میکرد، عیسی مؤید به روح القدس شد. اگرم ما میخواستیم مردم را با زور وادار به ایمان میکردیم، اما این کار را نکردیم برای که مردم خودشو انتخاب کنن. خب، ولیکن اختلفو فمن هم من آمنه، بعضی با اراده خودشون ایمان آوردن. و من هم من کفر، بعضی هم با اراده خودشون کفر ورزیدن. باز میگه ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگر خدا میخواست اینها ستیز با هم نداشتن، یعنی همه در بس. ولکن الله یفعل ما یرید، خدا هر کاری بخواد اراده بکنه انجام میده. نظام آفرینش برای اینه که انسان آزاد باشه، وگر نمیتونست انسان، خدا به جای انسان گاودری را بندازه که همه از دم شیر بدن، یا همه را مثل زنبور عسل که از دم عسل بسازن. خدا انسان آفریده، نه گاو نه زنبور عسل. زنبور عسل نمیتونه عسل درست نکنه، گاو نمیتونه شیر نده، ولی انسان میتونه. من هم من آمن، من هم من کفر. انسان میتونه ایمان بیاره، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، بخواد ایمان بیاره. انسان آزاده. دلیل آزادی انسان دلایل زیادی داره. 4 تا دلیل وجدانی داره که الان من میگم. دلایل وجدانیشو 4 تاشو من الان میگم. دلایل عقلی داره، دلایل نقلی داره. دلایل وجدانیشو میگم که همه بچه 5 ساله هم بفهمه. انسان گاهی شک میکنه که این کارو بکنه این کار نکنه. همین که شک میکنی دلیل برای اینکه آزادی. چون آدم مجبور شک نمیکنه. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. همین که انسان شک، پس شک دلیل بر آزادی انسانه. 2 پشیمون میشه. انسان ها که پشیمون میشن دلیل بر این که میتونستن این کار نکنن، قصه میخورن چرا این کار کردن. شک 1، پشیمونی 2.
انتقاد، همین که انسان ها انتقاد بکنن دلیل بر این که انسان آزاده میتونه کارو نکنه. میگم تو چه کاری کردی؟ با آدم مجبور کسی انتقاد نمیکنه. آدمی که آزاده میتونه کاری بکنه میتونه کاری نکنه انتقاد. تعلیم و تربیت، همین که شما بچه رو میفرستی برای تعلیم، پیداست میتونه بچت خوب بشه میتونه بد بشه. پلو یه استادی میفرستی که بلکه انشالله خوب بشه. پس تعلیم، انتقاد، شک، پشیمونی، اینها دلایل وجدانیه به اینکه انسان خودشو در درون آزاد مییابه. قرآن میگه انبیا درجه بندی دارن 1، هر پیغمبر یه امتیازی داره 2، اگر خدا بخواد با قدرت جلو انحرافو میگیره، ولی نمیخواد، میخواد انسان با آزادانه این کارو انجام بده. خب حالا عدد انبیا 324,000 پیغمبرن، ولی 25 تاش اسمش تو قرآن اومده، منهم من قصصنا، باقیشون هم نگفتم و منهم من لم نخصوص. پیغمبر اسلام امتیازاتی داره، مثلا خاتمیت از امتیازات پیغمبرمونه، امی بودن از امتیازات پیغمبرمونه، دست نخونده، تحریف نشدن کتابش از امتیازات. حضرت ابراهیم امتیازاتی داره، برکت بودن، انبیای دیگه از ذریه حضرت ابراهیم هن. امتیاز ابراهیم، امتیاز نوح، خداوند سلامی که به نوح میده با سلام به باقی انبیا فرق کنه، مثلا میگه سلام علی ابراهیم بسه، سلام علی موسی و هارون بسه، اما به نوح که مثلا میگه سلام علی نوح فی العالمین، یعنی نحوه سلام به حضرت نوح نحوه ویژه است. پس هر پیغمبری یه امتیازی داره. فخر رازی در تفسیرش 20 امتیاز برای پیغمبر اسلام آورده که انبیای دیگه اینها رو ندارن. یکیش اینه که پیغمبر ما گواه بر همه انبیاست، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یعنی هر پیغمبری شاهد بر امت خودشه، پیغمبر ما شاهد بر خود انبیاست. به هر حال این نکات این آیه اینی که پیغمبران مقام بالایی دارن، کلمه تلکه مال اشاره به دوره، یعنی اون آن بزرگواران، و همه انبیام در یک رتبه میستن، تجلیل از انبیای بزرگ گذشته لازمه، سنت و قانون خدا اینه که انسان رو آزاد بگذاره. ریشه اکثر اختلافات هم هوس‌ها و حسادت‌ها و خودبینی هاست، نه جهل آگاهی. چون میگم من بعد ما جاءتهم البینه، با اینکه دلیل روشن داشتن به هم درگیر شدن، پیداست درگیرشون به خاطر جهل نبوده، میدونستن و اختلافات داشتن. و اختلاف عقاید مردم دلیل اینه که اینها آزادن، منهم من آمن و منهم من کفر. این آیه تا اینجا تمام. خدایا به ما توفیق شناخت خودت، شناخت انبیایت، شناخت اولیایت، شناخت راهت و کنار گذاشتن هوس‌ها و حسادت‌ها و پیروی از راه انبیا به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.